با نام خدا، درود و وقت شما بخیر. در این برنامه زیربنا با من سمی اولانوری خوش آمدید. در این برنامه بیشتر میپردازیم به رویدادهای اقتصادی یک هفته گذشته در کشور. بیش از 12 میلیون دلار پول نقد به دست آمده از مقامهای حکومت پیشین به بانک مرکزی سپرده شده است. این بانک اعلام کرده که این مقدار پول از خانه املاساله معاون نخست حکومت پیشین و برخی از مقامهای بلند رتبه پیشین توسط طالبان به دست آمده بود. بانک مرکزی همچنان گفته که یک شمار خشتهای طلا نیز از خانه این مقامها دریافت شده است. این بانک تنها از املاساله نام برده و روشن نیست که بخش دیگر پولها از خانه کدام مقام حکومت پیشین به دست آمده است. ظاهراً طالبان به بازرسی خانه های برخی مقام های حکومت پیشین پرداختند، چنانچه که بانک مرکزی اعلام کرده که از خانه های املاساله معاون نخست حکومت پیشین و برخی مقام های دیگر بیش از 12 میلیون و 300 هزار دلار و یک شمار خشت های طلا به دست آمده است که طالبان آنها را به بانک مرکزی سپردند. مجموع این پولها بالغ به 12,368,246 دلار آمریکایی و یک مقدار خشت طلا می شود که بخش زیاد آن از جای بودوباش امرالاساله به دست آمده است. مسئولین امارات اسلامی افغانستان حین تحویلی این پول و طلا به خزانه افغانستان بانک خاطر نشان نمودند که آنها در همه عرصه ها متحد به شفافیت اند و بنابر این پولهای حصول شده از مقامات حکومت سابق را به خزانه بانک مرکزی تسلیم کردند. بانک مرکزی به جز امرالاساله از دیگر مقام های حکومت پیشین نام نبرده است. واقعا اقدام طالبا را تقدیر میکنم، بسیار کار نیک کردند تا اینکه پولایی که مقامات از خزانه دولت دزدیدند به خانه ها به شکل پنهانی قلف کردند و مردم در این شرایط بسیار خراب به سر میبرند. اونا را طالبای کرام باید از خانه هاشان بردارند، دوباره به خزانه دولت تحویل بدهند. برخی آگاهان اقتصادی میگویند که روند بازرسی طالبان از مقامهای حکومت پیشین ادامه یابد و بدون استثنا دارایی تمامی مقامهای بلندپایه حکومت پیشین باید بررسی شود. به گفته آنان، حسابهای مقامهای پیشین در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان باید بررسی شود و طالبان باید با بانکهای خارجی درخواست منجمدسازی پولهای مقامهای حکومت پیشین را بدهند. دوی په مستعمر نوم باندې چې دا ودانې جوړې شوې دي د هغو څېړنه هم باید وسی. دریم هغه اکاونټونه چې دوی په بهر کې د پیسو دپاره جوړ کړي او اولته یې ذخیره کړي دي هغه کنګل سي او د سوال او د پوښتنې لاندې راسي. څلورم اسلامي اساسي اقتصاد باید په دوی باندې تطبیق سي. با گفته آگاهان، پس از بررسی شدن سرمایه ها، حساب های بانکی و سرمایه گذاری های مقام های حکومت پیشین در بیرون از افغانستان دارایی آنها باید به خزانه دولت برگردانده شود. اعضای سکتور خصوصی از حکومت تازه می خواهند که زمینه عملی سازی پروژه های بزرگ اقتصادی منطقه ای را فراهم کنند. آنان میگن که عملی سازی این پروژه ها می تواند که افغانستان را از بحران اقتصادی بیرون بکشد. اعضای سکتور خصوصی از حکومت تازه می خواهند که کار روی پروژه های بزرگ اقتصادی منطقه ای را آغاز کند. آنان می گویند که این پروژه ها می توانند از یک سو برای هزاران تن زمینه کار را فراهم سازند و در سوی دیگر میزان فقر را کاهش دهند و بر درآمد های حکومت بیفزایند. واقعاً چې افغانستان هم دغه پروژو د لارې نه کېدلی شي چې غنی شي او کار پیدا شي، خلکو ته کار پیدا شي، خلکو ته ژوند پیدا شي، نو دا ډېرې باهمیته پروژې دي. زموږ د نظره په اقتصادي لحاظ باندې دا ډېر زیات اهمیت لري او زما هیله دا ده چې طالبانو تحریک باید دغه پروژو ته خاصه توجه وکړي. برخی اعضای اتحادیه صنعتکاران هم میگویند که طالبان کار پروژه هایی که آسیای میانه را به آسیای جنوبی وصل می سازد باید آغاز کنند تا زمینه تحول اقتصادی در افغانستان فراهم گردد. نظمون غوښتنه هم داده چې په بین المللی او په ملی سطح په دواړو پروژو باندې فکر وکړي او کار شروع کړي. تا
در همین حال حکومت میگوید که با جدیت روی پروژه های کلان اقتصادی تمرکز دارد و به زودی کارهای آنها آغاز خواهد شد. امارات اسلامی افغانستان کوشش میکند تا پروژه های بزرگ اقتصادی که بین افغانستان و کشورهای منطقه در گذشته روی دست گرفته شده بود به گونه خوب به تکمیل برسد. آگاهان اقتصادی هم خواهان سرعت یافتن کار پروژه های کلان منطقه ای هستند. به طور همه جانبه باید به این قسمت توجه صورت بگیره که ما شاهد بهبود رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی بوده باشه. به گفته آگاهان اقتصادی اگر حکومت تازه تمرکزش را روی پروژه های کلان اقتصادی کند، افغانستان از چالش های اقتصادی بیرون خواهد شد. شهرداری هرات کار پروژه های کلان درون شهری را از سر گرفته است. کار اسفالت جاده مرکزی شهر که تقریبا یک سال می شود در جریان است، هنوز تکمیل نشده. اما مسئولان می گویند فعلا کار آن دوباره در ناحیه دهم شهر آغاز شده است. بر علاوه این، خیلی از جاده های درون شهری نیاز به بازسازی دارند. برخی باشندگان هرات اما از کندی روند کار بازسازی و اسفالت جاده های درون شهری انتقاد میکنند. این تنها پروژه کلان شهرداری است که قرار بود در 4 ماه تکمیل و به بهره برداری برسد. اما حالا از آغاز این پروژه تقریبا 1 سال میگذرد. مسئولان کنونی شهرداری هرات میگویند فعلا کار آسفالت این جاده مرکزی شهر در ناحیه دهم دوباره شروع شده است و همچنان قرار است تمام جاده های درون شهری نیز پیش از رسیدن فصل سرما بازسازی شوند. به دو سه شرکت وظیفه دادیم که اونو مکمل جاده های شهر برآورد کنه، بیاین که کدام شرکتی که باز ما قرارداد میکنه دو طلبی کنیم که کدام یکی ارزان تر برای ما کار میکنه و با کیفیت عالی با ما قرارداد میکنیم میدیم. ان شاء الله تا پیش از اینکه سرما برسه این شغل اونا رو انجام میدیم. سالها ساکنین دو طرف این جاده انتظار کشیدن تا کار آسفالت آن کلید خورد. قرار بود این جاده در 5 ماه کاملا آسفالت و به بهره برداری برسد. اما حالا 11 ماه از آغاز این پروژه میگذرد و هنوز تکمیل نشده است. برخی از مسئولان این پروژه میگویند به دلیل نرسیدن پول کافی روند کار آسفالت این جاده به تعویق افتاده است. طبق هدایت شهروار صاحب جدید از روز شنبه که اونا مکتوب آغاز کار به نام مجددا توضیح کردم، ما کار امنان شروع کردیم و ان شاء الله نیت ما همینه که اگر پول بریم پرداخت شه قسطام پرداخت شه تا دو ماه دیگه ما پروژه تمام برسیم. در حال حاضر شهرداری هرات از شرکت های سازنده خواسته تا بار دیگر کارشان را شروع کنند، اما طولانی شدن زمان ساخت این جاده اصلی شهر انتقادهای مردم را به دنبال داشته است. پنج برجی از اینا یک سال شده، یعنی کانال از این طرف داره تیار نشده، صرف تامت مردم هم امید کندارا مسلمان ها کارو میدم، یعنی چه شده که از پیاده رو رفت آمد از اینا میشه. گارد دلخ هم مردم رو خفه کرد، نه کار نه غریب هم بریم و همه غز شده. چند ماه میشه این سرای که این دفعه بزی دولت هم بود، اگه اسفالت نکردم این دولت طالبان خدا کنه ما از اینا میخواییم که تری سرای کردن اسفالت کنن. کار آسفالت این جاده در ناحیه دهم شهر از درب قندهار به سمت غرب و شرق در میزان سال گذشته شروع شد که بیش از 150 میلیون افغانی برای آن هزینه شده است، اما تا فعلا تکمیل نشده است. همچنان خیلی از جاده های درون شهری حالا نیاز جدی به بازسازی دارد. سکتور خصوصی از بانک مرکزی افغانستان می خواهد که زمینه انتقال پول به بانک های کشورهای همسایه را فراهم کند. با گفته آنان از 3 هفته به این سو دسترسیشان به انتقال پول به این کشورها محدود شده و آنان را خسارمند ساختند. بازرگانان می گویند که اگر سهولت ها از سوی حکومت برای آنان فراهم شود، روند سرمایه گذاری در کشور تقویت خواهد شد. اعضای سکتور خصوصی و اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که از 3 هفته به این سو شمار از بازرگانان، صنعتکاران و صادرکنندگان در بخش انتقال پول به کشورهای همسایه با مشکلات جدی روبرو شدند. آنان از مسئولان در بانک مرکزی افغانستان می خواهند تا سهولت ها در این بخش را فراهم کرده و با نمایندگان کشورهای همسایه در این مورد صحبت کنند. متاسفانه چه شل روزی کیگی چه یو سنت هم جهان تا نترانسپر کیگی او نزی دلتا طول تجاران ناسته است، طول سرمایه داران ناسته است. زمان سیستم داده چه دلتا دا تیلو تجاران ناستی، دا خام و مواد ناستی، دا غلو دا هرچی.
صنعتکاران نیز میگویند که در بخش انتقال مواد خام به کارخانه هایشان با مشکلات مواجه شدند، چون نمی توانند به اندازه کافی پول از بانک های کشور بیرون کنند. در صورتی که رابطه بانک های خصوصی افغانستان و بانک دولتی افغانستان با بانک های بیرو قطع باشه، خیلی بعید به نظر می رسد که ما بتانیم مواد خام به خاطر فابریکات خود تهیه بکنیم. اعضای اتاق صادر کنندگان میوه تازه نیز از افزایش مشکلات شاکیند. این بازرگانان را نیز مشکلات همچون انتقال پول نگران ساختند. مون نشو که باید چه بید پیسو صادرات ولرو یا واردات ولرو بیام چیچی نشتا ترانسفر نشتا تاجر سر معامله نشی که باید چمر پور و که چه ده خلق و مشکل هرشی نول خلق و تا ده پور کنجایش هم نشتا. با این حال آگاهان اقتصادی هشدار می دهند که اگر بانک مرکزی افغانستان به زودی برای ترمیم روابط با بانک های کشورهای جهان دست به کار نشود، وضعیت اقتصادی کشور با مشکلات مواجه خواهند شد. کچیر د افغانستان بانک رهبری هم په دغه منوال باندې خپل مدیریت مخته بیاوی، دا متاسفانه ش نتیجه نه ورکوي او نتیجه ناکامه ده. د ناکامی په صورت کې بیا نور خلق متاسفانه په تنگ راځي. کله چې په تنگ سول او اقتصادي فقر او کچه لوړه شوله، بیا نظام ته ډیر قوي او اساسي خطر د ګواښ راځي. این در حال است که در حال حاضر بانک ها می توانند تنها در یک هفته 20,000 افغانی و یا 200 دلار آمریکایی به مردم توزیع کند. شرکت چینایی میس جیانگچی تلاش دارد تا به زودی روند استخراج مس عینک لوگر را آغاز کند. مدیر این شرکت در افغانستان می گویند چالش های امنیتی حل شده و روی حل مشکلات فنی و حقوقی از بحر استخراج مس عینک در تماسند. والی لوگر میگوید کار به شدت جریان دارد تا دومین پروژه بزرگ اقتصادی دنیا کارش را آغاز کند و با استخراج مس عینک سالانه میلیون ها دلار به عواید افغانستان اضافه می شود. چین به سمت معادن افغانستان خیز برداشت. گام نخست مس عینک در لوگر، پروژه‌ای که سالها روی آن کار صورت گرفت اما روند استخراج متوقف. حالا شرکت چینی مثل جیانگشی تصمیم دارد پرچمدار این معدن در امر استخراج ذخایر مثل لوگر باشد. شرکت مثل جیانگشی میگوید در حال حاضر مشکل امنیتی در منطقه وجود ندارد و با مقام ها از بهر حل مشکلات فنی و حقوقی برای آغاز استخراج مثل در تماسند. بدون شک امنیت خو تامین است. انشاءالله امنیت بهتر شده میره و فعلا ما کدام مشکل امنیتی نداریم، ولی از نقطه نظر تکنیکی و حقوقی مشکلات ما که با دولت فعلی حل شوه انشاءالله که کارا شروع میشه. این دومین پروژه بزرگ اقتصادی دنیا گفته میشود اما سوت و کور، و با آغاز روند استخراج مس میلیون ها دلار به عواید دولت اضافه میتواند. مسئولان در لوگر میگویند کار روی آغاز روند استخراج مس عینک لوگر به شدت جریان دارد. دا بروستا دی بنگا اسلامی امارات مسئولین و او تخنیکی تیمونه و همدارنگا دی شرکت تیمونه با پا گره بانی پا دی بانی کار کهی نو دا خودشی وڑو که اغنه دی شرایی فکرو که خوب منگ تسی سون اندازه لگی گی لپ خوانه دی تاریخ لگنه پا افغانستان که دا ترطو نیولوی معدن دا دی افغانستان دی ملت فردی دا لوی سرمایه دا. آغاز روند استخراج معدن می تواند امیدها برای اشتغال زایی در کشور را زنده کند، در حالی که هزاران شهروند از بیکاری در افغانستان شکایت کرده و از مسئولان می‌خواهند زمینه کار را فراهم کنند. بنام حکومت نزمنگ دا گفتنه چې ورور امن ته کاروبار جوړ کړي، موږ ته داسې زمينه برابر کړي د هر افغان هر بچی نن په نهره ناز دی. آرامي شکر است دغه اس مګم کار غریبی زندگی نیست. بسیار روز روزگار ما به تنگ از به تلخ است. چین خودش را از کشورهای قدر اقتصادی می‌داند. می‌گوید در راستای اقتصادی به افغانستان کمک میکنند. به تازگی 30 میلیون دلار با 30 تن مواد خوراکی زیر عنوان کمک‌های بشردوستانه به افغانستان امداد کرده است. افزایش فقر و نبود فضای مناسب به کار سبب شده است هزاران شهروند راه‌های پرخطر مهاجرت به کشورهای همسایه را پیش بگیرند. شرکت‌های ترانسپورتی زمینی در کابل میگن روزانه هزاران تن که اکثریتشان جوانانند
از بحر نبوز کار و فقر افغانستان را ترک میکنند. از سوی هم شماری از کسب و کاران و کارکنانی که روزمزد کار میکردند میگویند یک ماه درآمد روزانهشان تا 500 افغانی بود، اکنون به 50 افغانی رسیده است. سمی جایش که سری به سطح شهر کابل زده است میگوید برخی از شهروندان که کاروبار بهتر داشتند اکنون دست به کارهای شاقه زدند. روزهای سخت و دشوار برای شهروندان کشور، کسب‌وکار، دکاندار، کارکنان دولتی، همه از نبود کار و افزایش فقر و تنگ دستی شکایت دارند. میگویند کم پولی و تنگ دستی چنان بر آنها فشار آورده که حتی بسیاریشان از 3 وقت غذا 2 وقت غذا میخورند. اینجا منطقه کمپنی شهر کابل است. پشت هر شرکت ترانسپورتی ده ها شهروند کشور صف کشیدند تا برای چرخاندن چرخ روزگار به یکی از کشورهای همسایه پناه بیاورند. مسئولان ترانسپورت های زمینی میگویند با آنکه پس از سقوط نظام پیشین امنیت بهتر شده، اما میزان مسافران که میخواهند به بیرون از افغانستان از مرزهای قاچاق فرار کنند بیشتر شده است. بسیار مردم را من خودم دیدم که او از همین بیکاری میره، چرا کاروبار ساد شده، کاروبار بیخی نیست. مردم حتی تا این اندازه رسیده که گفت که ما ترکیه بریم یک کاروبار کنیم. ایران میرم، وظیفه داشتم، فعلا وظیفه نمو، تو وظیفه هم خراب شده، 2 ماه 3 ماه شده ماشم نگرفتیم، ماشم نیست، مجبور هستی که ترک وطن کنیم بریم یکم کشور. گوشه دیگر از پایتخت ورکشاپ های ساحه تایمنی کابل است. میزان کاربارشان به گونه بی پیشینه کاهش یافته است. میگویند بیش از 2 هفته می شود کار نداشتند. عبیدالله نام دارد. نانآور خانواده 2 نفری است. به گفته عبیدالله عاید روزانهش تا 90% در روز کاهش یافته است و این آفت سنگین تأثیر مستقیم روی وضعیت اقتصادیش گذاشته است. دیگه باقی که چی میشه؟ بازم تصمیم بگیرند که وطن جور شود، خودکفا شوه، شرکت ها جور شوه، کارخانه ها جور شوه که مردم به کار شروع کنند. در هر سوی شهر روایت ها از فقر و بیکاری است. عبدالله و کریم هر دو نانآور خانواده ایشان هستند. کسب پیشینشان فلج شده است و روز نخست کار جدیدشان است. پیش از این آرایشگاه مردانه داشتند و درآمد روزانه ایشان هم تا 1000 افغانی بود. کاربار گم شد بیخی. باز گفتیم بیا خیم کچالو و پیاز بندازیم. چی کنیم دیگه وضعیت ها خراب، امنیتی نیست، دیگه نیست. کار بود، به غریبی بود، روزی اگه 700 500 400 کار میکردیم. اول اد بیخی بیکار موندیم، اومدیم پیاز کچالو سودا میکنیم. همزمان با این برنامه جهانی غذا خواستار کمک های بیشتر قبل از شروع زمستان با سرگیری پروازهای بشر دوستانه به افغانستان است. از هر 4 نفر 3 نفر در حالت قرض گرفتن برای تهیه غذا هستند. آنها غذای کم ارزش تری می خورند. بنابراین گوشت و لبنیات سبزیجات را کنار می گذارند. آنها همچنان مقدار وعده غذایی را کاهش می دهند و در بسیاری از موارد والدین از خوردن غذا خودداری می کنند. بنابراین اساساً اما در آستانه گرسنگی ناامید کننده ظاهر می شوند. از اثر افزایش بیکاری و فقر تنگ دستی در کشور شماره از خانواده ها دست به فروش اجناس خانه هایشان زدند. کنه فروشان میگن شماره از خانواده ها روزانه اجناس خانهشان را به فروش میرسانند تا پول لقمه نانی را برای خانواده هایشان به دست بیارند. سمجهش، آریانا نیوز، کابل. جامعه جهانی در یک نشست اضطراری بیش از 1 میلیارد دلار کمک های بشری را برای افغانستان تعهد کرد. دبیر کل سازمان ملل در این نشست میگوید که افغانها دشوارترین روزها را سپری میکنند و جامعه جهانی باید در کنار آنان قرار بگیرند. آنتونی گوتریش هشدار میدهد که وضعیت بشری در افغانستان در هفته های آینده وخیمتر خواهد شد و مردم با قحطی روبرو شوند. در همین حال طالبان تعهد جامعه جهانی برای فراهم آوری کمک های بشری را در کار از میان برداشتن فقر مهم می دانند. نشست اضطراری کشورهای کمک کننده به افغانستان به میزبانی سازمان ملل اینجا در ژنو. این کشورها وعده کمک 1.2 میلیارد دلار را به افغانستان دادند. این نشست به درخواست دبیرکل سازمان ملل برگزار شده بود با حضور بیش از 90 کشور کمک کننده.
دبیرکل سازمان ملل زنگ هشدار از بدتر شدن اوضاع بشری در افغانستان را نواخت. مردم افغانستان نیاز به دستگیری و کمک دارند. آنها بعد از چندین دهه جنگ، رنج و ناامنی دشوارترین لحظات را سپری می کنند. اکنون زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی در کنار آنها بایستد. اجازه دهید که به طور آشکارا بگویم این کنفرانس به خاطر این برگزار نشده که به مردم افغانستان یک چیز کمک کنیم، بلکه ما مدیون آنهاییم. سفیر آمریکا در سازمان ملل هم بسته کمکی 64 میلیون دلاری اضافی را به افغانستان مشروط اعلام کرد. شرط این است که این کمک ها از سوی سازمان های غیر دولتی به نیازمندان افغان رسانیده شود. ایالات متحده متحد به ارائه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از مردم افغانستان است. بنابراین امروز به افتخار اعلان می‌کنم که ایالات متحده نزدیک به 64 میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه جدید را ارائه می‌دهد. این بودجه جدید از کار سازمان ملل متحد از جمله امور پناهندگان و سازمان بهداشت جهانی حمایت می‌کند. بحران مهاجرت در پی رکود اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی بخش دیگر از چالش‌ها در برابر افغانستان و کشورهای مددرسان گفته می‌شود. ما همچنین افزایش تعداد افغان‌هایی را که کشور را به مقصد کشورهای همسایه ترک می‌کنند شاهد هستیم. خروج گسترده نیست اما کاملا واضح است. عبور از این مرزها به صورت نامنظم انجام می‌شود و ما قصد داریم این وضعیت را زیر نظر داشته باشیم. شماری از کشورها خواستار برخی از شرایط برای فراهم کردن کمک‌هایشان به افغانستان شدند. شرایطی که طالبان در باره آن ملاحظه دارند. ما هر گونه کمک‌های خارجی را در صورت وضع شرایط قبول نخواهیم کرد. اگر شرط‌ها خوب است ما هیچ مشکلی با این شروط نداریم، مشکلی نیست. اما اگر شرط‌ها با اصول و اسلام و فرهنگ ما مغایرت داشته باشد، البته ما آن کمک‌ها و این چیزها را نمی‌پذیریم. این در حالی است که سازمان ملل متحد هشدار داده با توجه به خشکسالی، کمبود پول، درآمدهای ناچیز و کاهش دسترسی به غذا، شمار افراد نیازمند به کمک‌های فوری بشری در افغانستان افزایش خواهد یافت. اعضای بخش سرمایه گذاری خصوصی از آمریکا و جامعه جهانی میخواهند که پولهای منجمد شده افغانستان را دوباره آزاد سازند. آنان میگویند که از میان بیش از 9 میلیارد دلار منجمد شده حدود 3 میلیارد دلار آن از سکتور خصوصی است. بخش سرمایه گذاری خصوصی هشدار میدهد که اگر پولهای افغانستان آزاد نشود، افغانستان با سقوط اقتصادی و فاجعه انسانی روبرو خواهد شد. پس از روی کار آمدن حاکمیت طالبان، آمریکا و جامعه جهانی بیش از 9 میلیارد دلار پول افغانستان را منجمد ساخت. اکنون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و اتاقهای سکتور خصوصی اینجا گرد آمدند و از منجمد شدن پلهای کشور نگرانی میکنند. این اتاقها از آمریکا و جامعه جهانی میخواهند که پلهای منجمد شده افغانستان را آزاد سازند. با گفته اعضای سکتور خصوصی، بدون آزادسازی پل، افغانستان به عنوان یک کشور مصرفی نمیتواند بازار را اداره کند. تمام حساب‌ها تاجران کشور ما بسته است و نمیتونه که اضافه از یک چیزی معین استفاده کنه. ما جدا از جامعه جهانی، از مملکت هایی که سرمایه افغانستان منجمد کرده، خواهش کردنی چه در افغانستان کنگل سوی سرمایه خلاص کی پدی سرمایه کی د باغدار نیولی تر صادر کون کو تاجر پوری د ټولو تاوان دی. معاون فدراسیون اتاقهای سکتور خصوصی افغانستان میگوید از روزی که پول افغانستان منجمد شد هیچ بانک اجازه فرستادن پول را به بیرون از کشور ندارد. او از آمریکا میخواهد که با آزادسازی پول افغانستان جلو بحران اقتصادی در کشور را بگیرد. هر نوع شرایط که واداره، اگر میگه که پول سیاه نرن، پول مواد مخدر نرن، پول یک قماندان نرن، پولی یک کسی زورور نرن، ما حاضر هستیم تمامی اسناد که می خواهند دنیا ما برش ثابت می سازیم که پولی تجار است و ما به خاطر تجارتی روان می کنیم، مواد می خریم و پس مواد می ریم برای شما اطمینان می دیم. تحت همی شرایط پولی ما را خلاص کنن. اگر این ماشین اقتصادی خدای نخواسته دوستا یک ما دو ما دیگه ادامه پیدا بکنن، واقعا یک فاجعه میشن.
مسئولان اتاق صنایع و معادن افغانستان هم میگویند که پس از منجمد شدن بیش از 9 میلیارد دلار پول افغانستان، بخش سرمایه گذاری خصوصی در انتقال پول به سطح منطقه و جهان با چالش های جدی روبرو شده است. به جهانی اصول پا پزا که راشی حکومتون زی و رازی، اما عوام تا نور خلق تا باید لکه الکوزی صاحب چه اشاره وکړه، موږ د نه غواړو چې د افغانستان حکومت ته دی یا نور ته دی سلا ورکو، اما دی موږ هغه خپل پیسې خو له اقل په دې شکل باندې دی منجمد نه کو. په افغانستان کې ورونو نړیوالو ته زموږ د پیام دی یو ناورین را روان دی، ژمی را روان دی. در این میان اتحادیه صرافان و بانک های خصوصی افغانستان میگوید که با منجمد شدن پل ها ماشین اقتصادی افغانستان با کندی میچرخد. امی پیسای یا ذخایر یا خزانه مردم افغانستان که در دنیا در هر جایی که کنگل شده یا فری شده، صدای ما سر تمام جامعه جهانی امی است که امی سرمایه مردم افغانستان، ملت افغانستان، ملت رنجیده افغانستان هر چی زودتر پس و آزاد شود. در سوی دیگر آگاهان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت منجمد ماندن پول افغانستان، کشور با فاجعه انسانی نیز روبرو خواهد شد. این بود گزارش‌های اقتصادی یک هفته گذشته که حضورتان تقدیم شد. ممنون از همراهی شما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.